سلام، صبح زیبای همه بخیر. با کسانی که همکنون با برنامه صبح خورشید پیوستن آرزومند هستم ما را همراه باشین و تنها نگذارین. خوشبختانم مهماندار هستیم آقای فواد سلطانزی با ما هستن که ایشان شاعر و نویسنده هستن. بیشتر صحبت ها در مورد فعالیت های فرهنگیشون می داشته باشین. سلام، صبح بخیر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستانی که اینجا هستن در کنار ما و خدمت تمام دوستانی که در تمام نقاط جهان فعلا ما را بیننده هستند. خدا کنه که امروزشان قشنگتر زیباتر از دیروزشان باشه. انشالله آرزومند هستیم همین گونه باشه. ممنون از خودتان از اینکه تشریف آوردین. شما سلامت باشین. بیشتر صحبت در مورد فعالیت های فرهنگی تان میباشه. بله. پس میشنویم از خودتان. خب در آغاز میخوایم یک تعریف خیلی کوتاه داشته باشم از فرهنگ. خود فرهنگ چیست؟ فرهنگ پدیده از آداب، رسوم، تفکر، اندیشه، دانش، هنر که در یک پروسه تاریخی از یک نسل به نسل دیگه انتقال میکنه و زندگی انسانها را شکل را رنگین میسازه، منظم میسازه. ما هم در جامعه خود، در کشور خود فعالیت فرهنگی داشتیم، فعالیت فرهنگی کردیم در تمام بخش ها، در بخش فکری، در بخش دانشی، در بخش هنری، در بخش اقتصادی و در بخش فرهنگی. خیلی خوب. خب میشنویم از فعالیت های خودتان که تا اکنون چه فعالیت های زیاد را انجام دادین و بخصوص به جوانان. خب من تقریبا مدت چندین سال میشه فعالیت فرهنگی میکنم. ما برنامه های زیاد گرفتیم به خاطر تشویق، به خاطر سطح بلند بردن سطح آگاهی جوانان، سطح آگاهی پدرها و مادرها، خواهرها و برادرها. و در جامعه خود کار کردیم و من از زمانی که شروع کردم، من از امو دهکده و یا از امو مکان کوچک خودم زندگی می کردم، از اونجا آغاز کردم و بالای افکارشان، بالای ذهنشان، بالای آدابشان، بالای تحصیلشان کار کردیم و خواستم که امی فرهنگ درست، فرهنگ صحیح را مکس بسازم، گت بسازم، یک جا بسازم در عرصه ها و فعالیت های روزمره دوستان. خیلی خوب. شما شاعر و نویسنده همچنان هستید. بله. پس به برنامه توفیه آوردین یا خیر؟ خب یک شعر دکلمه می کنم کوتاست از یک از دوستای خیلی نزدیکم است. میگه با دست خود خشت و گل و لای تمی سازیم. با دست خود خشت و گل و لای تمی سازیم. ای مأمن شیرین من جای تمی سازیم. گر ظالمان کردن قد دست و پایت را، گر ظالمان کردن قد دست و پایت را، دست تو را می سازیم و پای تمی سازیم. با همدلی این که در اخپل وطن میده، با رقصک و با دول نوای تمی سازیم. افغانستان زخمی جنگ جهالت ها، با کاکل الفت سر بودای تمی سازیم. خیلی زیبا و قشنگ واقعا که دکلمه خودتان همچنان قشنگ و زیبا. شما سلامت باشین. خب پلان های آیندیتان چی است؟ بیشتر از خودتان مشنایم. خب میخوایم یک طرح خیلی بزرگ داشته باشم، نه تنها در ولایت خود، در مکانی که خودم زیست میکنم یا زندگی میکنم. میخوایم در سطح ملی، در سطح افغانستان یک طرح بسازم که جوانان رو در کنار هم قرار بدم. از 34 ولایت جوانای نخبه، جوانایی که واقعا قلم به دست است، در بخش فرهنگی، در عرصه فرهنگی فعالیت میکنن، کار میکنن، با هم یک جا یک تاریخ را بسازیم. یک تاریخی که به نسل آینده ما منتقل می‌یابد، به نسل آینده ما انتقال می‌کنه. اونها باید خیلی از همی داشته‌های ما، از همی تاریخ ما، از همی فرهنگ، آداب، رسوم و تمام چیزهای ما باید یک برداشت خیلی خوب، برداشت خیلی دوست داشتنی داشته باشند و ببالند از این که ما امروز کار کردیم، زحمت کشیدیم و اونا در آینده ها مستفید میشه و زندگی خود، افکار خود، زیستن خود در جامعه خود، در امو جایی که زیست میکنه، در کشور ما خیلی سهولت و با خیلی ساده بسازن. بله واقعا. خب میایم بالای نویسندگی و
شاعریش ما هم صحبت می داشته باشیم. چی زمانه باید یک شاعر مد نظر بگیره زمانش، یعنی فضای خیلی خوبی داشته باشه که بنویسه؟ چون بعضی میگه زمانی که من ناراحت شم خیلی خوب می نویسم، بعضی میگه زمانی که من شاد باشم می خوام از شادی زیاد بنویسم. شما در کدام حالتش راحت هستی؟ خب گاه میشه که قلم به دستم رنگ خلاص میکنه، یعنی مثال میتونم خیلی بالای هم غلبه میکنه شعر، سخن، گپ که من باید بنویسم اگر کتابچه پر شود یا قلم رنگش خلاص شود، اما خلاص نمیشه. اما گاه اوقات هر قدر کوشش هم بکنم من نمیتونم چیزی بنویسم. و این نوشتن هم خودش یک حال داره، یک هوایی که به سراغت میآید، قلب تو را بیدار میسازه، قلب تو اگرچه در تپش است او زنده میسازه. قلب ها همیشه زنده نیست، باور کنین، قلب ها گاه اوقات زنده میشه. زمانی که زنده میشه شعر میگه، سخن میگه، حتی اگر متوجه باشیم صدای آبشار دریا، صدای بحر، طوفان و درخشش مهتاب و ستاره ها همش به ما شعر میگه. شب میایه، ستاره میایه، مهتاب میایه، این خود شعر است. وقتی که روز میشه خورشید میایه، خورشید میتابه، این خود شعر است. و انسان ها همین قسم گاه در قلبش شعر مثل خورشید، گاه مثل مهتاب، گاه ستاره، و اطور کدام وقت مشخص و وقت معین نداره. یعنی وقتی نداره. زمانی که از یک فردی که خیلی برتون عزیز است آسیب میرسه، هم دوست دارین بنویسین یا فقط ناراحت باشین اون زمان؟ خب نقطه خیلی اساس و خیلی مهم اشاره کردین. من زمانی که از کسی که واقعا خیلی بالایش حساب میکنم یا در زندگیم عزیز است، مهم نیست کیست، واقعا آدم اگر آزرده شود، ناراحت شود، خیلی تند، خیلی غمانگیز، خیلی شکسته مینویسن. بعضی ها به این باور هستن، میخوام از نظر خودتان بشنم، بعضی به این باور هستن میگن نباید در زمانی که عصبانی هستی تند بگویی، چون بعدا اگر پشیمان شوی سودی نداره. بله. پس این میتونه آسیب زیاده برسانه یا خیر؟ به نظر من تا نگویی جانب مقابل نمیفهمه گپ. خب تندی هم چند قسم است. یکی تندی که واقعا بعدش پشیمانی رو به بار میاره. اگر ما از شخص ناراحت میشیم، آزرده میشیم، او به دست خود ما نیست، او افکار ما رو ما نمیتونیم کنترل کنیم، وقت به کنترل خود نمیباشیم، چون هر عمل از خود عکس العمل داره. واقعا. اگر اونا یک کار میکنن که واقعا ما رو ناخوش میسازه، ناخوشایند میسازه، ما هم اون قسم یک عمل در مقابلشان انجام میدیم، این در کنترل خود ما نمیباشه. اما زیاد اگر کوشش کنیم، زیاد تند نگوییم، زیاد نفر مقابل خودش شکسته نسازیم، خوب است، اگرچه در کنترل خودمون است، چون شاید بعدها روز شود که از یک مسیر عبور میکنیم. اگر من به اونا سلام پیش کنم، امون قدر پیش خود شرمنده نباشم که من یک روز اینا را خیلی چی میگه حرفای ناخوشایند گفتم. ولی یک چیزی که به باور من است خوی سلطانزای اوی است که از این کرده که آدم بیاید پشت سر یک فرد بگویه، بهتر است که در مقابلش بگویی. اگر دشمنی هم بود مشکل نیست، ولی چون در مقابلش گفتی، بله، در پشت سرش نرفتی و غیبت نکردی. حالا درست است بعضی حرفا چشم دید ما است، اما میخوایم اگر در ذهن داشته باشین یک شعری که نوشته باشین در زمان عصبانیتتون، میخوایم بشنویم اگر در ذهنتون باشه، اگر نباشه مشکل نیست. خب میایم اول بالای صحبت میکنیم، افرادی که پشت سر ما حرف میزنن درست در همو جای قرار دارن که واقعا پشت سر ما می باشن. اگر اونا همت کنن، جرأت داشته باشن، اگر اونا به توانایی ما ناباور باشن، پشت سر ما حرف نمی زنن. البته اونا باورمند است که این شخص از ما به مراتب بهتر است، به مراتب قدم ها پیش است. من نمیتونم هیچگاه به اینا برسم، به اینا رستگی کنم. باز پشت سر حرف می زنن. حرف پشت سر، حرف پشت سر است. زیاد پشتش نمی پیچیم. یک شعر کوتاه دیگه هم دکلمه میکنم، میگم با خون خود دوباره رقم میزنم تو را، با خون خود دوباره رقم میزنم تو را، ای زندگی ساده به هم میزنم تو را. امروز اگر به کام دل خسته نگذری، امروز اگر به کام دل خسته نگذری، فردا مگر به فرق سرم میزنم تو را. گیرم صدای
من به گوش تو خوش نخورد، گیرم که صدای من به گوش تو خوش نخورد، گیتار من برای خودم میزنم تو را، با خون خود دوباره رقم میزنم تو را، ای زندگی ساده به هم میزنم تو را. خیلی زیبا و قشنگ واقعا که همیشه شما باشید. خیلی زیبا دکلمه کردین و همیشه قشنگ بوده. خب ممنون از شما از یک تشریف آوردین. اگر حرف باقی هست مشنه. سپاس از شما. میخوایم یک پیام در هر برنامه خود یک پیام میداشته باشم، باز هم میخوایم یک پیام متفاوت داشته باشم. همه ما خورشید هستیم، باور کنیم تمام اینمی انسان هایی که در کره زمین زندگی میکنه خورشید است. مشکل در خود ماست که اینمی خورشید در وجود خود زنده نمیسازیم، در وجود خود دریافت نمیکنیم. باید ما یک آینه خیلی مستحکم زیبا در مقابل خود بسازیم و همیشه از زیبایی ها و مسیر مثبت و حرفای مثبت خود خود ما را تشویق کنیم تا این شود که خورشید ما در وجود ما زنده شود و ما بتابیم در جهان. بله واقعا اشاره خیلی خوب داشتین. اگر ما بیایم از نظر دیگران خود ببینیم اصلا خوب نیستیم. بله. ولی اگر خود ما خود را شناختیم توانستیم خود دریابیم که چگونه یک فرد هستیم و همیشه موفقانه پیش میریم. ممنون از شما. شما سلامت باشین. حالا هم وضعیت آب هوای افغانستان رو با هم یه تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم. ما را همراه باشین و تنها نگذارید.